نازنین عزیز مهربانو خانم انتظاری به من گفتن که درد دلامو بکنم، ولی مطمئنم خب یک مقدار دلگیر میشن دوستان شورای ملی تصمیم، چون تصمیم عقل خرد جمعی بود که سکوت کنیم نریم تو این باطلاق، ولی یه جاهایی باعثی لازم باید باشیم و این شما باعث شدیم، و امیدوارم که جاهایی که اگر از صحبت من تلخی اومده استاد شریف و شما خلاصه طبق معمولا همه جا و همیشه شما باشید سپر بلای من. خواهش میکنم. ممنونم. به هر حال یا خوبه که از این فرهیختگان نازنین اسپوردید یادی هم بکنیم از این نستوه مبارز آقای مهدوی فر گرامی که یکی از مایه های این شورا هستن. خب خانم انتصاری عزیز خیلی خستتون کردیم، اما اجازه بدین به عنوان آخرین کلام آخرین سوال، حالا این شورای ملی تصمیم و هست و امیدوارم پیروز بشه و میدونمم که یه سری سینه سوخته عاشق میهنشون هستن و اینم میدونیم که همراه آب، آب از جاری، آتش از آتش می کند گل، انسان از یاری، و قطره دریاست گر با دریا باشد، وگرنه اون قطره و دریا دریاست. اینا به هم می پیوندن، همدیگه رو پیدا می کنند. حالا می خواستم در اینجا ببینم شورای ملی تصمیم تا جایی که پیش میره، که حالا دیگه وقت نداریم ادامه اون رو داشته باشیم، امیدوارم در برنامه های بعدی، رابطه این شورا با گروه هایی مثل جمهوری خواهان، مشروط خواهان و همچنین شخص شاهزاده رضا پهلوی چیه؟ با این شورا به کجا میکشن؟ آخرین کلام از شما بپرسیم. من اول باید به این صحبت زیبای شما بپردازم که از آقای مهدوی فر نام بردین که یکی از اعضای بیانیه 14 و یکی از بنیانگذاران این شورای ملی تصمیم هستند، که بسیار فرد مبارز، بسیار فردی هستند، بی‌باک، و واقعا هم من شاهد هستم در همین مدت زمان که چقدر شبانه روز دارن تلاش میکنن، و امیدوارم باز یه عده‌ای نیان این رو نسبت بدن از فردا مثلا بگن که شورای تصمیمی که مال مهدوی فره. اینجوری ما برخورد نکنیم فکر میکنم خیلی بهتر استش. در مورد این مسئله که سوال خیلی خوبی بود، خود من هم میخواستم توضیح بدم، شورای ملی تصمیم نه تنها با افراد بلکه با سازمانها، با احزاب، با تشکلهای صنفی، مدنی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران تماس میگیره و در حال تماس گرفتن هست، برای اینکه بتونه در حقیقت نکات مشترکی رو که میتونه به همراهی و همبستگی بیانجامه پیدا بکنه. و در اینجا میخوام یه توضیح بدم برای اینکه ببینیم که افرادی که از این تشکل‌های سیاسی یا مدنی یا اجتماعی عضو شورا میشن، اینها میتونن استقلال سازمانی یا حزبی یا تشکلی خودشون رو داشته باشن. حتی یک فرد عضو شورای تصمیم میتونه عضو چندین سازمان یا تشکل دیگه باشه، و اون احزاب و سازمان ها و تشکل هایی هم که با اسناد شورای ملی تصمیم موافقت پیدا می کنند و توافق پیدا می کنند که بیان این همراهی و همکاری رو داشته باشن، الزاماً این نیست که این ائتلاف و همبستگی بیان در همدیگه حل بشن و سازمان خودشون رو منحل کنن یا تشکل خودشون رو، بلکه یک یا دو نفر یا سه نفر، هر چیزی که هر تعدادی که خودشون صلاح بدونن، به نمایندگی از اون سازمان یا تشکل وارد شورای ملی تصمیم میشن و در تصمیم گیری ها و در انتخابات یا مواردی که باید روش به شکل جدی تفکر کرد و مشارکت عمومی کرد نظر میدن، و احتمالاً وقت پیدا میکنن که برن با سازمان مطبوع خودشون تماس بگیرن، صحبت کنن، این گفته ها و یا این صحبت ها، گفته های جمعی که در شورا هست ببرن اونجا و بعد نظرات اونها رو هم بیان. یعنی
هیچ به این عنوان این همبستگی به این معنا نیست که ما در هم دیگه حل بشه. با استقلال سازمان سیاسی و گروه سیاسی خودمون به این جمع میپیوندیم و حتی من میخوام بهتون بگم در این گفتگو و در این رابطه دو جانبه حتی ممکنه که من انتصاری وقتی با فلان سازمان ایکس میرم گفتگو بکنم یا رایزنی بکنم، ممکنه که اصلا انقدر اساسنامه اون سازمان یا آیین‌نامه اون سازمان مرامنامش برای من خوشایند باشه یا اونها دعوت بکنم و من در اون سازمان هم عضو باشم. اینها نافیه هم دیگه نیست و نمیتونه باشه. بله، سپاسگزارم خانم شهلا انذری گرامی از شما که لطف کردین وقت خودتون رو گذاشتین. امیدوارم خسته نشده باشین، میدونم هم که تازه آغاز راهه و کلی کار در پیش دارین شما، و همچنین از آقای سام منتظری نازنین که همیشه همراه و یار رادیو شهروند بودن در این قبیل مسائل. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما آقای شریف‌پور عزیز که این سوالات رو مطرح کردین با ما و در جریان امور ما رو گذاشتین و خیلی متشکر هستیم که حرفای ما رو شنیدین و به گوش شنوندگانتون رسوندین. امیدوارم که این ارتباط ادامه داشته باشه و حتی ما بتونیم با میهمانان دیگر شما در این برنامه شرکت کنیم و به سوالات پاسخ بدیم. حتما چنین خواهد بود، از مهرتون بهره میگیریم و براتون آرزوی پیروزی رو میکنم همزمان با سلامتی که وجود داشته باشید و وجودتونم مثمر ثمر. خیلی خیلی ممنون. همینطور از جناب منتظری عزیز که توضیحات مفصلی دادن و ما استفاده کردیم از حضور این استاد عزیز. خیلی خواهش میکنم. افتخاریست در مزار شما بزرگان بودن. خوب و خوش و سلامت باشین. آرزوی بهترین ها رو دارم برای دستاندرکانان رادیو شبکه جهانی شهروند، شما استاد شریف‌پور نازنین و همه مخاطبانی که حوصله کردن وقت گذاشتن و صحبت هامون داشتین. ممنونم از شما، قربان شما، خوب و خوش و سلامت باشین. من همون ایرانم اما خواب را گم کردم، آب و خاکم گرچه خاک و آب را گم کردم. خانم پیرایه یغمایی سروده و چقدر زیبا. رنگ لالاهای من بر بامها فریاد شد، رنگ لالایهای من بر بامها فریاد شد، تاب هر گهواره بیتاب را گم کردم. جنگلم سوزان و می گردم میان شعله ها، سروهای سرکش و شاداب را گم کردم. رگ گشودند از سیاووش، آسمان شد تشت خون، بام آبی جام عالم تاب را گم کردم. آسمانهای شبم چتری برای عشق نیست، ماه را گم کردم.